اشتیاق احمد، دوست همرزمم، توی تظاهرات جلوی دانشگاه شرکت کرده بود. هنوز جمعیت زیادی جمع نشده بودن که نیروهای ارتش به درون جمعیت حمله کرد. اونا به طرز وحشیانه‌ای با قنداق اسلحه و گاز اشک‌آور به مردم حمله می‌کردند. من و احمد از هر طرف که می‌رفتیم نیروهای نظامی راهو بسته بودن. آغاز دار کرکره رو پایین کشید و قفل بزرگی از بیرون به اون زد. داری چی کار میکنی؟ مغازه دار آروم اومد جلو، زد روی شونه احمد و گفت خوب جایی اومدین، صبر کنین تا خبر بدم بیام. تلفن رو برداشت و شروع کرد به شماره گرفتن. یه نگاهی به احمد کردم و سریع بهش گفتم به کجا خبر بدین آقا؟ صاحب مغازه که هنوز گوشی تو دستش بود زیر لب گفت به مامورا دیگه. چرا گوشی را بر نمیدارین؟ احمد منومنی کرد و گفت ولی اصلا به قیافه شما نمیاد که با اینا باشین. تو همین حین بود که چند تا از مامورا که رد ما را دنبال کرده بودن رسیدن جلوی مغازه. یکیشون گفت امین جان، ای عمو باز کنین درو. خیلی دوست دارم باز کنم ولی حیف که کلید ندارم. یکی دیگه از مامورا که صدای خشن‌تری داشت گفت چرت نگو عمو سبیلو، وا میکنی لامصبو یا بدم کرکره خودتم بکشم پایین. مامورای شما به من اعتماد نکردن و کلیدو با خودشون بردن. گفتن وقتی ماشین رو آوردیم خودمون در باز میکاریم و میبریمشون. گفتن اینجوری خیالمون راحت تره. مامورا که انگار حرف اون آقا رو باور کرده بودن این نگاهی به هم کردن. بعد یکیشون گفت شاید راست میگه، بریم دنبال بقیه، اینجا موندن فایده‌ای نداره. صاحب مغازه رو به ما کرد و گفت شاید من واقعا یه ساواکی بودم. اون وقت چیکار میکردین؟ میتونید برین برای بیشتر مواظب باشین. انگار نسیم خنکی روی دونه های درشت رقم می نشست. احمد بی اختیار به خنده افتاد. منم فقط تونستم بگم خیلی خوشحال.